در شهر باستانی اصفهان آثار تاریخی متعددی از دوره‌های مختلف بر جای مونده که بخش قابل توجه اون مربوط به دوران صفوی است. هر کدوم از جاذبه‌های گردشگری و تاریخی اصفهان در نوع خودش بی‌نظیر هستن و میتونن نظر بینندگان بسیاری رو به خودشون جلب کنن. از مهمترین جاذبه‌های دیدنی اصفهان میشه به میدان نقش جهان اشاره کرد که قدمتی دیرینه داره و یکی از مکان‌هایی که تمامی افراد در سفر به اصفهان به بازدید از اون و سایر بناهای تاریخی که در پیرامون اون وجود داره میرن. در این ویدیو شما رو با معماری شگفت‌انگیز و اسرار میدان نقش جهان، ویژگی‌ها و هر آنچه باید درباره این میدان تاریخی بدونید آشنا خواهیم کرد. با ما همراه باشید. قبل از به قدرت رسیدن دولت صفویه، در محل میدان نقش جهان باغ بزرگی وجود داشت و در بخش میانی میدان که در کوشک نامیده می شد، بناهای نظامی از دوره تیموریان و آقویونلوها وجود داشت. این قسمت بخش غربی میدان امروزی بود که اکنون امارت عالی قاپو در اون قرار داره. از زمان حکومت سلجوقیان، این میدان محل برگزاری جشن‌های ملی مثل نوروز و جایگاه اعدام محکوم‌ها بوده. در زمان صفویان با تغییر پایتخت از قزوین به اصفهان، دوران جلال و شکوه این میدان آغاز و محوطه اون محل استقرار ساختمان‌های دولتی و کاخ شاه شد. شاه عباس صفوی با هدف گسترش شهر به سمت قسمت جنوبی اون در حاشیه زاینده رود با بکار گماشتن معماران ماهری مثل استاد محمد رضا و علی اکبر اصفهانی بنای اولیه این میدان را پایه‌گذاری کرد. در طراحی و ساخت این میدان و بناهای تاریخیش از سبک معماری میدان ایرانی الهام گرفته شده که از نمونه‌های برجسته اون میشه به میدان عتیق اصفهان، میدان امیر چخماخ یزد، میدان شاه قزوین و میدان صاحب آباد قزوین اشاره کرد. پایه اولیه شکل امروزی میدان شاه در سال 1011 قمری بنا شد و به تدریج تا سال 1025 ساخت میدان و بناهای اون به پایان رسید. کار تزیین مسجد و بناها از سال 1025 قمری آغاز شد و تا زمان حکومت دو تن از جانشینان شاه عباس ادامه پیدا کرد. در زمان آخرین پادشاه صفوی، شاه سلیمان و شاه سلطان حسین، میدان نقش جهان شکوه خودش را از دست داد و آبهای روان در جویها کدر و راکت شدند و درختها خشک شدند. این روند تخریب در زمان حمله اشرف افغان به اصفهان شدت گرفت و تا زمان قاجار هم ادامه داشت. بخش‌های زیادی از عمارت نقاره‌خانه به دلیل اهمال شاهان قاجار از بین رفت. به دلیل تغییر پایتخت از اصفهان، دیگه توجه چندانی به این میدان برجسته در مرکز اصفهان نمی‌شد. در زمان حکومت رضا شاه شروع به بازسازی بناهای تاریخی و حجره‌های اطراف نقش جهان کرد و رونق اقتصادی به بازار نقش جهان برگشت. در زمان رضا شاه این میدان در فهرست آثار تاریخی ایران به ثبت رسید. میدان نقش جهان امروزه هم از بزرگترین میدان‌های جهان و از نگاه سفرنویسان خارجی توصیف زیبایی‌های اون در وصف نمی‌گنجد. این میدان در گذشته محل برگزاری جشن‌های سلطنتی، بازی چوگان، رژه ارتش، جمعه بازار و نمایش‌های فراوانی بوده و در این ایام سراسر اون رو چراغونی می‌کردند. برای مردم عادی هم فضای داخلی میدان نقش جهان بهترین محل برای گردش و خرید بوده. دو دروازه سنگی چوگان هم در این میدان به یادگار موندن که قدیمی‌ترین دروازه‌های چوگان در جهان هستند. برای ساخت نمونه‌های خارجی زمین‌های چوگان از روی میدان نصف جهان الگو برداری کردند. هر کدوم از بناهای تاریخی ساخته شده در این میدان نمادی از زندگی شهرنشینی و اجماع و همبستگی ملی بودند. مسجد جامع عباسی یا مسجد شاه در ضلع جنوبی این میدان مرکز اجتماعی شهر و برای اجتماعات گسترده مردم در مناسبت‌های مختلف ساخته شده بود. مسجد شیخ لطف‌الله در ضلع شرقی مرکز مذهبی، امارت عالی قاپو در غرب میدان مرکز حکومتی و سردر قیصریه و دیگر بناهای تاریخی واقع در ضلع شمالی میدان نقش جهان مرکز مهم اقتصادی شهر بودند. دور میدان رو حجره‌های تاریخی پوشوندن که امروزه اصلی ترین مرکز فروش صنایع دستی اصفهان هستند.
بازسازی حجره‌های قدیمی نقش جهان در جهت حفظ هنر و گسترش صنایع دستی این شهر در سالهای اخیر صورت گرفته. دو دروازه قدیمی چوگان هم از یادگارهای تاریخی این میدان هستند. در ویدیوهای بعدی به معرفی بناهای تاریخی برجسته میدان نقش جهان خواهیم پرداخت. دوستان عزیز، حتما از میدان نقش جهان دیدن کردین. ممنون میشم که خاطرات خودتون از این میدان زیبا رو برای ما توی کامنت ها بنویسید. ممنون از نگاهتون.